محمد ظاهرشاه واپسین پادشاه افغانستان پس از کشته شدن پدرش در سال 1312 خورشیدی برابر با 1933 میلادی بر تخت تکیه زد. در آن هنگام او تنها 19 سال سن داشت. از این رو تا مدت‌ها امور کشور به دست برادران شاه پیشین اداره می‌شد. این بازی زمانی همگام با روی کار آمدن حزب نازی در آلمان همراه بود. استعمار بریتانیا، روسیه تزاری و به دنبال آن جماهیر شوروی بستری را فراهم ساخته بود تا بسیاری از کشورهایی چون ایران و افغانستان روابط سیاسی خود را با آلمان نازی گسترش دهند. از سوی دیگر آلمان نیز می توانست با ریشه دواندن در خاک این سرزمین ها منافع رقبای خود را با چالش روبرو سازد. در راستای همین راهبرد، رایش سوم افزون بر آموزش نیروهای گوناگون نظامی و مهندسی بیش از 15 میلیون رایشمارک به ارتش افغانستان کمک تسلیحاتی نمود. با آغاز جنگ جهانی دوم در سال 1939 دولت با اعلان بیطرفی آتش جنگ را دور از مرزهای افغانستان نگاه داشت و چه بسا در سال 1940 در پی پیمانی با شوروی روابط سیاسی و بازرگانی خود را با این کشور بهبود بخشید. با پایان یافتن تئاتر بزرگ اروپا در سال 1945 قدرت‌های نوظهور برخواسته از این جنگ را در برابر هم قرار داد، چنانکه سپهر سیاسی جهان چون صفحه شطرنجی گشت که هر سویان خود را سپید و دیگری را سیاه می‌پنداشت. در این کارزار که بیش از 40 سال ادامه یافت، ایالات متحده و جماهیر شوروی بارها و بارها پهنه‌های گسترده‌ای از زمین را به جولانگاه زورآزمایی خود بدل ساختند. از پیونگیانگ تا هاوانا، شعله‌های خشم و تکه‌های سرب سینه آدمیان را می‌درید تا دست نشاندگان این دو ابرقدرت جهانی بر سر کار آیند. بسیاری از جنبش‌های رهایی بخش در این دوره با پشتیبانی یکی از این دو قدرت برای بدر کردن دیگری شکل گرفتند. با آغاز دهه 50 میلادی افغانستان در مسیر پیشرفت و نوسازی قرار داشت، اما تقریباً همه امور به دست خاندان سلطنتی اداره می‌شد و استبداد همچنان پا بر جا بود. هرچند با کوشش‌های مدنی مردم در سال 1964 ظاهرشاه با پذیرش نظام پادشاهی مشروطه و آزاد شماردن همه احزاب گام بلندی در راستای مردم سالاری افغانستان برداشت. در قانون اساسی نوین فعالیت سیاسی برای بستگان و خانواده شاه ممنوع گشته بود. از این رو بستر ناخرسندی خاندان سلطنتی به ویژه محمد داوود خان پسرعموی پادشاه فراهم گردید. او میان سالهای 1953 تا 1963 نخست وزیر دربار ظاهرشاه به شمار می آمد. آزادی فعالیت‌های سیاسی پس از برپایی قانون اساسی نوین سبب شد تا در اندک زمانی حزب دموکراتیک خلق افغانستان با دو شاخه مستقل از هم با نام‌های خلق و پرچم به رهبری نور محمد ترکی و ببرک کارمل به عنوان یکی از برجسته ترین احزاب سیاسی افغانستان عرض اندام نماید. داوود خان پس از تغییر قانون اساسی اندک اندک به رهبران حزب دموکراتیک خلق نزدیک شد و در پی دسیسه‌ای با یاری آنها و پشتیبانی شوروی هنگامی که ظاهرشاه برای درمان در ایتالیا به سر می برد دست به کودتا زد و این چنین در 26 تیر ماه 1352 خورشیدی برابر با 17 جولای 1973 میلادی دستگاه پادشاهی در افغانستان برچیده شد. در دوران زمامداری 40 ساله ظاهرشاه با برپا شدن زیرساخت‌های آموزشی، درمانی و رفاهی چهره شهرهای بزرگ دگرگون گشت. اما
در روستاها به ویژه دهکده‌های دورافتاده کوهستانی آبادانی چشمگیری حاصل نشد. از سوی دیگر در سایه صلح و ثباتی که برقرار بود، گردشگران پرشماری از گرداگرد جهان برای دیدن طبیعت و پیشینه باستانی این سرزمین کهن رهسپار افغانستان می شدند و صنعت گردشگری کمک شایانی به اقتصاد این کشور می نمود. در آغاز دهه 70 میلادی با ریشه دواندن اندیشه های مارکسیستی و رفتارهای ستیز جویانه گروه های چپگرا در برابر باورهای دینی، بستر پدید آمدن جنبش های اسلامگرا را فراهم نمود. جمعیت اسلامی افغانستان به رهبری برهان الدین ربانی یکی از قدیمی ترین احزاب اسلامگرا در این کشور شناخته می شود. با روی کار آمدن داوود خان در کشور نظام جمهوری اعلام شد و خود او نیز با عناوین رئیس جمهور و وزیر امور خارجه بر مسند قدرت تکیه زد. اما دیری نپایید که روابط سیاسی او با مسکو و حزب دموکراتیک خلق دچار شکاف‌های فراوانی گشت. در پی کودتای خونین سور در 7 اردیبهشت 1357 برابر با 28 آپریل 1978 داوود خان به همراه 23 تن از بستگانش در اری کابل کشته شدند. حزب دموکراتیک خلق افغانستان از این رویداد با نام انقلاب سور یاد کرد، حالان که یگانهای زرهی و هوایی ارتش به فرماندهی ژنرال عبدالقادر در سرنگون کردن رژیم داوود خان بیشترین نقش را ایفا نمودند. پس از کودتا و شکل گیری جمهوری دموکراتیک افغانستان، کرسی ریاست جمهوری به نور محمد ترکی دبیر کل این حزب واگذار گردید. او بر این بود تا با اصلاحات انقلابی در زمینه‌های گوناگونی چون بخشودن زمین‌های ملاکین به دهقانان، برابری زن و مرد، لغو شیربها، سواد آموزی اجباری و محدودیت‌های دینی راه پیشرفت کشور را آسان‌تر سازد. اما اقدامات ترکی را قشرهای گسترده‌ای از جامعه افغانستان بر نمی‌تافتند. از این رو او با سرکوب همه جانبه مخالفان اهداف خود را پیش می برد. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار یکی از نخستین گروه‌هایی بود که پس از کودتای داوود خان دست به اسلحه برد. در این هنگام بیش از 50 میلیون مسلمان باشنده جماهیر شوروی بودند و رهبران این کشور به هیچ عنوان تحمل چنین جنبش‌هایی را در همسایگی خود نداشتند. از این رو به خواست آنان سرکوب اسلامگرایان در افغانستان افزایش یافت. احمد شاه مسعود یکی از هزاران هزار مجاهدی بود که در سرزمین خود زور دشخیم را نمی پذیرفت. احمد شاه در 11 شهریور 1332 خورشیدی در روستای جنگلک ولایت پنجشیر دیده به جهان گشود. پدر او سرهنگ دوست محمد خان از افسران دوران ظاهرشاه و همچنین پدر بزرگش یحیی خان در جنگ‌های استقلال افغانستان از بریتانیا با سازمان دادن رزمندگان پنجشیر نقش برجسته ایفا کرده بود. احمد به سبب پیشه پدر کودکی خود را در شهرهای ننگرهار، بدخشان، بغلان، غزنی و هرات پشت سر گذاشت و در نوجوانی گام بر کابل نهاد. او بر این بود تا تحصیلات خود را در دانشکده افسری ادامه دهد، اما به پیشنهاد دوستان پدرش از این کار دست کشید و پس از کامیابی در آزمون سراسری 1352 وارد دانشگاه مهندسی پلی‌تکنیک کابل شد. خروش جوانی دانشجویان دانشگاه‌های افغانستان را به آوردگاه جبهه‌های سیاسی بدل ساخته بود، اما احمد شاه هرگز جذب احزاب چپگرا نشد، چرا که
هویتش را در سرزمین و آیین نیاکان خود می‌یافت. از سوی دیگر فشارهای روزافزون دولت دست نشانده شوروی دو جریان اسلامگرا و ملیگرا را به یک دیگر نزدیک ساخته بود. همگام با راهیابی به دانشگاه جذب حزب نهضت اسلامی افغانستان گردید و در سال 1354 قیام پنجشیر را در برابر حکومت وقت رهبری نمود. هرچند این اقدام با شکست روبرو شد و چندی از همرزمان او جان سپاردند. احمد شاه پنهانی مدتی را در پیشاور به سر برد، اما پس از کودتای سور در سال 1357 به میهن بازگشت و در پنجشیر دسته های پارتیزانی را آموزش و سازماندهی نمود. در این هنگام گروه های گوناگونی از مجاهدین با نبردهای چریکی در بخش هایی از کشور دولت ترکی را با چالش روبرو ساخته بودند و دامنه چیرگی آنان روز به روز در حال گسترش بود. افزون بر این خیزش مردم هرات در 24 اسفند 1357 و به خون کشیده شدن آن سبب گردید تا سراسر افغانستان در برابر دولت سرسپردی شوروی به پا خیزد. پس از خیزش بزرگ هرات، کمک‌های تسلیحاتی و مالی آمریکا به مجاهدین افزایش یافت و شهر پیشاور در پاکستان به کانون آموزش و سازماندهی نیروهای جهادی بدل شد. برژینسکی، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، بر این بود که با کشانده شدن ارتش سرخ به خاک افغانستان، ضربه جبران ناپذیری به اقتصاد نیمه جان این کشور وارد خواهد شد. در این میان روابط ترکی و حفیظ الله امین نخست وزیر او به اختلاف رسیده بود و برژنیف رهبر جماهیر شوروی خواهان برکناری نخست وزیر بود. امین با آگاهی یافتن از این فرمان به همراه چندی از مقامات استخباراتی دولت نقشه به قتل رساندن ترکی را فراهم کردند و شبانه در 25 شهریور 1358 او را به قتل رساندند. ناکام ماندن تلاش‌های امین برای برقراری آرامش کشور و آغاز ارتباط پنهانی او با آمریکا سران جماهیر شوروی را برانداشت تا برنامه به زیر کشیدن او را در روزهای آغازین زمستان فراهم کند. جاسوسان شوروی او را در کاخ ریاست جمهوری کابل مسموم نمودند، اما با یاری پزشکان از مرگ جان به در برد و در حالی که هوشیار نبود به بهانه‌های امنیتی به کاخ تاج بیگ انتقال یافت. کاخ تاج بیگ بر بلندای تپه‌ای دور از ازدحام خیابان‌های کابل قرار دارد و برای انجام عملیات نظامی به مراتب هدف آسان‌تری نسبت به کاخ ریاست جمهوری به شمار می آمد. در سوم دی ماه 1358 برابر با 24 دسامبر 1979 وزیر دفاع شوروی با بیان آنچه که او کمک به جمهوری دموکراتیک افغانستان بیان داشت فرمان اشغال این کشور را صادر نمود. در فردای آن روز سپاه 40 ارتش سرخ با ساز و برگ تمام از شرق و لشکر 5 پیاده نظام مکانیزه از غرب وارد خاک افغانستان شدند. افزون بر این لشکرهای 103 و 104 هوابرد نیز پس از فرود آمدن در پیرامون کابل و بگرام نقاط راهبردی این مناطق را به تصرف خود درآوردند. در پی عملیات طوفان 333 نیروهای ویژه هوابرد و KGB به کاخ تاج بیگ یورش بردند و پس از یک درگیری خونین حفیظ الله امین را به قتل رساندند. در شب همین رویداد ببرک کارمل دست نشانده تازه برژنیف از رادیو سرنگونی دولت امین و ریاست جمهوری خود را اعلام نمود. برژنیف بر این بود تا الگوی اشغال چکسلواکی را
در سال 1968 در افغانستان تکرار کند و نیروهای خود را در کمتر از یک سال به پادگان‌ها بازگرداند. اما آهن کوهساران افغانستان چون گرزی بر سر و پیکر ارتش سرخ فرود آمد. پس از اشغال شوروی چندین گروه جهادی در پیشاور برای رویارویی با ارتش سرخ به ائتلاف رسیدند و این شهر را به پایگاه آماده سازی نیروهای خود بدل ساختند. دره پنجشیر 2200 متر از سطح آبهای آزاد بلندتر است و مرتفع ترین بخشهای آن به 6000 متر می رسد. در پی حضور 10 ساله ارتش سرخ در افغانستان، دست کم 7 عملیات گسترده برای تسخیر آن انجام پذیرفت که یکی پس از دیگری ناکام ماند. در اردیبهشت 1359، نخستین تلاش جدی برای گرفتن پنجشیر با فرستادن 3 گردان مکانیزه به همراه پشتیبانی بالگردهای میل 8 و میل 24 به فرماندهی جنرال پچبوی آغاز گردید. در این هنگام احمد شاه مسعود نیروهای خود را که کمتر از 1000 تن بودند در دامنه ها رو به جاده اصلی مستقر ساخت و با پیشروی شوروی در طول محور دره نیروهایش را گام به گام در عرض یالهای پنجشیر به تو می مرد. احمد شاه نیک می دانست که دشمن به سبب نداشتن پایگاه و پشتیبانی توان نگهداری پیشروی های خود را نخواهد داشت. از این رو آنها را تا نزدیکی بازارک بالا کشید. پچبوی با ناپدید شدن مجاهدین در کوهستان چاره ای جز بازگشت نداشت. بنابراین در پایین دست دره پایگاه خود را در روخه برپا نمود. این وسوالی تا فرودگاه راه بردی بگرام تنها 40 کیلومتر فاصله دارد. پچبوی پس از آماده سازی پایگاه روخه آن را به دست یکی از لشکرهای ارتش دولت کارمل سپارد و همراه نیروهایش به بگرام بازگشت. دیری نپایید که احمد شاه مسعود شبانه با یارانش بر روخ تاخت و پایگاه آنان را تصرف نمود. این پیروزی افسون بر به دست آوردن جنگ افزارهای با ارزش، چیرگی دوباره عامر صاحب را در پنجشیر در بر داشت. یاران وفادار احمد شاه مسعود از این رو او را عامر صاحب می‌خوانند که همواره پا به پای همسنگرانش همراه آنان بود. در آذر ماه 1359 ارتش سرخ با 160 اراده توپ جنگی مناطق مسکونی پایین دست دره را به زیر آتش گرفت و سپس با بیش از 10000 نیروی پیاده پیشروی خود را آغاز نمود. اما تنها پس از 17 روز همه نیروها مجبور به عقب نشینی شدند. با اینکه پنجشیر از هر سو در محاصره قرار داشت، اما عامر صاحب از راه‌های سخت کوهستانی پشتیبانی مورد نیاز نیروهایش را فراهم می‌نمود. او به کمک کتاب‌های نظامی فرا گرفت که چگونه همرزمانش را آموزش دهد و آنان را با توجه به توانایی‌هایشان به 3 گروه محلی متحرک و ضربت بخش نمود. گروهان متحرک ورزیده ترین نیروهای پنجشیر شناخته می شدند که با کلاهای پکول قابل شناسایی بودند. بسیاری از این شیر مردان به خواست عامر صاحب برای آموزش گروهای مجاهدین افغان ره سپار دیگر جبهه ها شدند. افزون بر این او با راه اندازی شبکه اطلاعاتی خود توانست در بسیاری از موارد پیش از یورش دشمن از تحرکات آنان آگاهی یابد. در مرداد 1361 جنرال گروموف فرمانده سپاه 40 با گسیل کردن 200 فروند بالگرد و 60 فروند بمب افکن
همه نقاط راه بردی پنج شیر را به زیر آتش برد. اما پیش از آن احمد شاه مسعود با آگاهی یافتن از نقشه گومفت توانسته بود بیشتر باشندگان پنج شیر را از کارزار برهاند. در این نبرد همه نیروهای شوروی با بالگرد ترابری شدند، اما همچون گذشته نتوانستند جایگاه خود را در منطقه تثبیت نمایند. تنها 7 روز پس از این ناکامی بزرگ، گرومو با سازماندهی یک اردوکشی همه جانبه پس از آتش سنگین توپخانه و بمباران هوایی، یگانهای اسپیناژ را به همراه خودروهای سبک زرهی و پشتیبانی چتر بازان در ارتفاعات وارد پنج شیر نمود. یگانهای اسپیناژ از ورزیده ترین نظامیان شوروی برگزیده می شدند. در این اردوکشی 9 ماهه ارتش سرخ بیش از 70% خانه های مسکونی ولایت پنج شیر را ویران نمود و کفدارانی که خود را سرباز می خواندند از هیچ جنایتی در این جنگ سرباز نزدند. کشتار گروهی مردم غیر نظامی در روستاها آنچنان گسترده بود که سبب شد تا بسیارانی به کوها پناه برند. گرومو برای نخستین بار در واپسین روزهای زمستان سال 61 خواهان آتش بس و خروج نیروهایش از منطقه شد. راهبرد آمر صاحب از پذیرش این آتش بس این بود که بتواند همرزمان خود را تیمار سازد تا بخشی از آنان را راهی دیگر جبهه های افغانستان نماید. در سال 1363 خورشیدی برابر با 1984 میلادی بزرگترین عملیات شوروی در پنج شیر آغاز گردید. راهبرد این اردوکشی بر این استوار بود که همه مناطق این محدوده با حد اکثر نیرو اشباع شود. از این رو بیش از 25,000 تن متشکل از سپاه 40 و ارتش وفادار به کارمل آماده کارزار شدند. بمب افکن‌های تیو 16 در فروردین این سال فرشی از آتش را در سراسر دره‌های پنج شیر پهن نمودند. اما اوج هوشیاری و نبوغ نظامی آمر صاحب در پیشبینی این نبرد نمایان گردید. او با ارزیابی اطلاعاتی که از پشت جبهه ها می رسید دریافت که شوروی ها در حال انبار کردن سوخت فراوانی در پایگاه های هوایی بگرام و کابل هستند. افزون بر این از جابجایی پرشمار نیروهای وفادار کارمل در پادگان ها و تغییر آموزش های آنان اینگونه برداشت نمود که یورش بزرگی در پیش است. از این رو توانست شمار بسیاری از باشندگان پنج شیر را پیش از آغاز بمباران از منطقه دور نماید. گرومو با پیاده کردن چتر بازان در بالاترین بخش های پنج شیر همچون وسوالی اندراب و گردنه انجمندر بر این بود تا پایگاه های عقب نشینی مجاهدین را تسخیر و آنان را وادار به درگیری نماید. اما گروه های متحرک توانستند با شبیخون های پیاپی این نقاط راه بردی را باز ستانند. هدف شوروی از این یورش گسترده تسخیر زمین نبود، بلکه آنان بر این بودند تا با شمار انبوهشان نیروهای پویای پنج شیر را از میان بردارند. اما آمر صاحب تمرکز بیشتر نیروهایش را بر روی قطع خطوط پشتیبانی و فرسودن نیروهای درگیر نهاد. به هنگام حرکت یک ستون زرهی یا مکانیزه، کنترین واحد تعیین کننده شتاب آن ستون خواهد بود. از این رو یگانهای سپاه 40 در گذر از گردنه‌های پرپیچ و خم بسیار آسیب پذیر بودند، چرا که مجاهدین افغان با هدف قرار دادن تانکرهای سوخت سازمان ستون را از هم می پاشیدند. شوروی
پس از روبرو شدن با تلفات سنگین و بی سرانجام در اردیبهشت 1363 با سرافکندگی دره پنجشیر را ترک گفت. از سال 1364 ایالات متحده با در اختیار قرار دادن جنگ افزار استینگر به مجاهدین افغان توان آتش زمین به هوای آنان را دگرگون ساخت، چنانکه از این سال تا پایان جنگ تقریباً روزی نبود که بالگرد یا هواپیمایی از شوروی سرنگون نگردد. این موشک انداز دستی به کمک سامانه هدایت شونده فروسرخ و فرابنفش به سادگی میتوانست اهداف را از 4000 متری مورد اصابت قرار دهد. از این رو در اندک زمانی به بزرگترین کابوس خلبانان شوروی بدل شد. بیشتر عملیات های هوایی از این سال به بعد شبانه انجام پذیرفت و عملا نیروهای زمینی پشتیبانی هوایی خود را از دست دادند. در جنگ افغانستان بیش از 340 بالگرد و 120 فروند هواپیما سرنگون گشتند که بیشتر آنها با همین موشک انداز شکار شدند. در سال 1985 میخائیل گورباچوف در حالی به قدرت رسیده بود که قمار نظامی جماهیر شوروی و ایالات متحده خاک شوروی را به انباری بی انتها از جنگ افسار بدل ساخته بود، حالان که دولت به سختی نیازهای روزانه مردم را تأمین می نمود و جنبش های استقلال طلبانه رو به گسترش بود. سیاست های گورباچوف به ناچار در قبال افغانستان تغییر یافت و کم کم برنامه ریزی برای خروج از این کشور آغاز گردید. سرانجام پس از 9 سال و 53 روز پایداری ملت افغانستان در 26 بهمن 1367 برابر با 15 فوریه 1989 واپسین گردانهای سپاه 40 با گذر از رودخانه خروشان آمودریا سرزمین کوه ساران هندوکش و پامیر را ترک گفتند. بر پایه برخی از گمانه‌زنی‌ها در این جنگ میان 600 هزار تا 2 میلیون شهروند و دست کم 200 هزار تن از مجاهدین افغانستان شهید شدند. این پیروزی پررنج از آن تک تک مادرانی است که جگرگوشه‌های جان خود را با دریا دریا اشک به خاک سپردند. عامر صاحب تنها یکی از هزاران فرماندهی بود که در پاسداشت میهن کشید. هرچند این فتح ناپذیری پنجشیر نبود که احمد شاه مسعود را از دیگر فرماندهان برجسته می نمود، بلکه شخصیت والای این مرد بود که او را شیر دره پنجشیر ساخت. احمد شاه مسعود اهمیت ویژه‌ای به یادگیری و آموزش می‌داد. او در همه دوران جنگ برای بسیاری از کودکان پنجشیر این فرصت را فراهم نمود تا آنان به سواد آموزی بپردازند. کمتر کسی است که در کنار او بوده و پندی از سعدی بزرگ نشنیده باشد. احمد شاه مسعود شیفته ی ادبیات بود، چنانکه سروده‌های مولوی بلخی تا حافظ شیراز را به نیکی می‌خواند. با اینکه او باورهای دینی استواری داشت، اما همیشه با نگرش‌های افراطی سخت می‌جنگید و کتابخانی را ریسمانی سترگ برای رهایی از چاه تون روی می دانست. وقتی که من اولین بار مسعود رو دیدم سال 1985 یا 1364 در دره پنجشیر بود که کاملا محاصره بود و
اولین ارتباطی که ما با هم دیگه داشتیم به نوعی برای من این بود که در مقابل من یک شخصیت تاریخی الان هستش، از همونایی که بابک خرمدین و ابو مسلم خراسانی و آریو برزن نامشان هستش. و واقعا بعدها هرچه بیشتر آشنا شدم دیدم که مسعودم از همون کسانی هستش که در تاریخ اقوام، در تاریخ دنیا هر چند صد سال یک بار به وجود می آیند. یک انسانی بود با قلب شاعرانه، خیلی ارتباط انسانی با همه داشت مسعود. کسی بود که هم روانشناس جمعی بود و هم روانشناس فردی و دقیق میدونست که با هر کدوم از آدما چطور میتونه رفتار بکنه. اما خطایی هم داشت برای خودش که هیچ وقت از اونا به قول معروف خط قرمزش بودن. مثلا یکی از چیزهایی که همیشه یادمه میگفتش که اگر در جنگ کسی را اسیر گرفتیم باید غذایی که او میخوره بهتر از غذای ما باشه. بهترین خاطره که یادم میایه یک زمستان سردی بود، در پنجشیر بودیم، برف در حال باریدن بود، 8 ساله 9 ساله بودم، طبق معمول مصروف شوخی و اینا که پدرم از جنگ های بسیار دیگه فرسایشی و خسته کننده برگشتن، دید که من کجای مصروف ساتری و بازیستم و فهمت بیایجه و آمدم یک کتاب گرفته بود، نمیدونستم درست بخوانم، گلستان همه قسم یک چیز نام داشت. دیگه آمدم دیدم پدرم گفت که گلستان سعدی است، اثری از دیگه سعدی سعی بست و ایره تو باید بخوانی، بیشین ببینم که خوانده میتونی. خواندم بسیار با سختی و مشکلات، نتونستم. کشید یک کتاب دیگه ایره، دیوان حافظ بود و بخوان هرچه کدم که الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها، از چانس بدم شعر اول و مصره اول شعر اول حضرت حافظ و قصخت است که بسیار سخت است خواندنش، نتونستم. باز چیز شد، شروع کردم رای ما خواندن. قبل از او به شدت از ادبیات و شعر و اینا علاقه نداشتم، بدم میام، اما او شروع کرد با صدای خودش که حالی هم که در ذهنم میای و میخوانم با اونمو آوازیسته که او برام شعر خوانده که الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها، کش خاصان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. امی شعر امی قسم میای می باز امی شوی تاریک و بیم موج و گرداب چونین حائل. باز همیشه که میپرسی طرف امی چت سعی میکد و چشمایش بسته می کجا دانند حال ما سبکساران ساحل ها. برای ما خوشایندترین وقت اینمی بود که امرای او شیرخانی را با ما شروع کرد. متاسفانه دیگه شیر ما تا ترک شیرازی و حکایت هفتم نرسیده بود که شهید شدن. دیگه اونمو وقتا متاسفانه دیگه مو مقطعی که آرام آرام امرای او شروع کرده بودم آموختن دیگه کتب ادبیات او دیگه تکمیل نشد. شیرین ترین خاطره ممیست. باز مرا گفت که برو برای ما یک چوب بیار چون بلد نبودی بخوانی که ما باید تو را بزنم. من رفتم چون به شدت علاقه مند و شیفته شون بودم. رفتم دروازه رو تختق کردم، نگه مصروف کار و تلفن بودن، متوجه نشدن. به احترام اموش پشت دروازه ششتم. یک ده دقیقه تیر شده بود، دستا می لرزیدی، چوب در دستم برفم ششته بود که بر آمد. من را دید، او بچه چی میکنی اینجا؟ گفتم پدر چوب آوردم که شما میخواستین که دیگه چوب مرا دیگه تنبیه بکنین چون یاد نداشتم. چوب گرفت ماندو جا گفت او بچه ما خطرم مزاقت کردم. دیگه خوش کرد مویای ما و برفار از شانی موز فکر. هنوز شیرین ترین خاطره که به یادم میاد شب زمستان سرد. نجیب الله احمدزی در سال 1366 برابر با 1987 جانشین کارمل گشته بود. او پس از خروج شوروی با دنبال کردن سیاست آشتی ملی بر این بود تا جنگ سالاران افغانستان را در اردوی صلح هم پیمان سازد. دکتر نجیب در راستای این راهبرد با برنامه‌های سازمان ملل در مورد تشکیل حکومت موقت، انتخابات آزاد و کنارگیری از قدرت موافقت نمود. اما
بسیاری از رهبران مجاهدین جایگاه او را به رسمیت نشناختند و این چنین افغانستان درگیر آشوب‌های تازه‌ای گردید. شوربختا که دستاورد بزرگ پیروزی در برابر دشخیم سرخ با سهم خواهی، قوم گرایی و خودخواهی فرماندهان به جنگ‌های داخلی انجامید. هرچند احمد شاه مسعود برای جلوگیری از این رویدادهای شوم کوشش‌های فراوانی نمود و حاضر نشد با یک یا چند گروه برای رسیدن به قدرت ائتلاف نماید و خواهان همبستگی همه اقوام شریف افغانستان بود. در زمستان سال 1370 دولت دکتر نجیب در آستانه سرنگونی قرار داشت و مجاهدین در دروازه‌های کابل خواهان استعفای بی‌قید و شرط او و انتقال قدرت به سران مجاهدین بودند. سرانجام در 27 فروردین 1371 عبدالوکیل وزیر خارجه دکتر نجیب پس از دیدار با احمد شاه مسعود در شهر چالیکار پیشنهاد واگذاری دولت به مجاهدین را بیان نمود و او نیز این پیشنهاد را با سران مجاهدین در میان گذاشت، اما گلبدین حکمتیار آن را نپذیرفت و خواهان از میان برداشتن نیروهایی بود که به گفته او وابسته شوروی بودند. در 28 فروردین در پی مکالمه‌ای احمد شاه مسعود تلاش نمود تا گلبدین حکمتیار را از یورش به کابل باز دارد، چرا که این رویداد سبب هرج و مرج هنگفتی در شهر می شود. هرچند این گفتگوها بی نتیجه ماند و تاریک ترین روزهای کابل رقم خورد. این جنگ خونین بیش از 4 سال دوام یافت و حاصل آن جز برادرکشی و ویرانی کابل چیز دیگری نبود. آمادگی به دفاع از جنوب ملت مظلوم، آمادگی
مردم در برابر هر نوع حمله با همه طاقتی که دارم دفاع بکنیم. در غیر صورت قامتیز ما خودم سیم و پیشترم گفتم ایش گولند که از بلدی ندارید میشه در خود رهبرهای مشکل خود شماست. مشکل خود شماست باید برین بین خود بیشیرین و توافق برازید. ما خودم این جاست بلدی طلب نبکنیم و شما که میگین که بر روزی چندی تحریف باقی معمال به سراحت میگوید شما نمیفهمید که معلم سریح شم و مجبور هستم که سرزیر مالی که از پیش دستگاه دور شوم ترتیبات دفاعی خود بگیرم و مجبور هستم که دست یک سر از اشیال باز منطقا بزنم و فردا نبوین و پیش خدا فردا باز مسئول نباشم که چرا دست به هم شکار زدیم او کس که قاضی سر و منهج نوید میشنود. یکی از اندوه بارترین رویدادهای جنگ کابل در محله افشار در گرفته است. نیروهای گلبدین حکمتیار و عبدالعلی مزاری بدون تخلیه کردن کامل ساکنین این محل آن را به جایگاهی برای پرتاب راکت به سوی شمال کابل و نیروهای شورای نظار بدل ساختند. احمد شاه مسعود، برهان الدین ربانی، حسین انواری، محمد قسیم فهیم و عبدالرسول سیاف که از همپیمانان این شورا بودند بران شدند تا این منطقه را به تسخیر خود درآورند. احمد شاه مسعود به عنوان با تجربه ترین فرمانده نظامی شورای نظار نمی بایست اجازه می داد سیاف به همراه نیروهای افراطی خود که بسیاری از آنان را وهابیان تشکیل می دادند قدم بر محله عمدتاً شیعه نشین افشار گذارد. در درگیری این دو جبهه صدها تن از شهروندان محله افشار که هیچ نقشی در جنگ نداشتند به خاک و خون کشیده شدند و خانه هایشان ویران گردید. احمد شاه مسعود در فردای این رخداد خونبار حسین انواری فرمانده شیعه مذهب خود را جانشین سیاف ساخت و کمیته‌ای با حضور شماری از باشندگان افشار و نمایندگان خود را مسئول بررسی این رویداد نمود. افزون بر این سازمان عفو بین الملل پس از تحقیق درباره نبردهای کابل سیاف را به سبب جنایت‌های جنگی که مرتکب شده بود متهم ساخت. این رویداد شوم نقش بزرگی در پارچه پارچه شدن جبهه‌های سیاسی و دشوار شدن همبستگی ملی افغانستان داشته است. مجاهدین افغان با همبستگی همه اقوام این سرزمین توانستند دشخیم سرخ را از میهن بیرون برانند. اما با آغاز درگیری‌های داخلی هر کدام به اندازه خود در برقرار نشدن صلح نقش داشتند و سبب گشتند تا دولت‌های بیگانه از این نارامی‌ها به نفع خود بهره جویند. این جنگ‌های خانمانسوز به فرسوده شدن گروه‌های مجاهدین انجامید و بستری را فراهم ساخت تا فرقه‌های تندروی چون القاعده و طالبان رشد چشمگیری نمایند. چنانکه تنها دو سال پس از بنیانگذاری گروه طالبان آنها در مهر ماه 1375 برابر با سپتامبر 1996 بر شهر کابل چیرگی یافتند و امارات اسلامی افغانستان را برپا نمودند. عربستان سعودی، امارات متحده عربی و پاکستان تنها کشورهایی بودند که این دولت را به رسمیت شناختند. در همین سال با همپیمانی احمد شاه مسعود، عبدالکریم خلیلی و جنرال عبدالرشید دوستم نخستین ائتلاف در برابر طالبان تشکیل شد. هرچند این گروه در اندک زمانی بر همه بخش‌های افغانستان به جز ولایت پنجشیر چیره گشتند و عملاً بیشتر گروه‌های مجاهدین را از کارزار نبرد خالی نمودند. مردم افغانستان به ویژه باشندگان کابل در دوران حکومت چندین ساله طالبان رنج فراوانی بر دوش کشیدند
از بسیاری از حقوق شهروندی خود محروم ماندند. در این دوره بانوان اجازه تحصیل نداشتند، اما بودند شیرزنانی که با همه خطرها خانهشان را به جبهه جنگ با نادانی بدل ساختند و کوشیدند تا دختران این سرزمین سرفرازتر رشد بیابند. احمد شاه مسعود افسون بر راه بردهای نظامی در برابر طالبان تلاش نمود تا جامعه جهانی را از خطر افرادگرایی در خاک افغانستان آگاه سازد. او به دعوت پارلمان اروپا در فروردین 1380 در این جایگاه حضور یافت و از خواسته های مردم کشورش با سران این قاره سخن گفت. او در این نشست ها خاطر نشان نمود که دامنه عملیات های تروریستی افراطیان تنها محدود به خاک افغانستان نخواهد ماند و کم کم در سراسر جهان گسترش خواهد یافت. نوی کمکی که ما تقاضا داریم نوی کمک همه جانبه است در تمام قسمت ها و در تمام ابعاد. ما به افراد نظامی ضرورت نداریم. مردم افغانستان خودشان آماده هستند که از خود و از منطقه خود دفاع کنند. در گذشتم توقع و تقاضای ما همی بود که بتانیم از طریق مذاکره قضیه را حل کنیم. امروز هم تقاضا عزیز. شما درباره آینده چی؟ حکومتی را که ما خواهان عزیزیم که در آینده تأسیس شود، حکومت خواهد بود که به اساس انتخابات آزاد که در او هم زنها و هم مردها اشتراک خواهد گرفتند به وجود بیاید. در 18 شهریور 1380 برابر با 9 سپتامبر 2001 دو خبرنگار مراکشی پس از 2 هفته انتظار در شهر خواجه بهاءالدین موفق به دیدار با احمد شاه مسعود گشتند. آنان با بی‌توجهی مسئولین امنیتی دو بمب را که یکی از آنها در دوربین فیلم برداری جاسازی شده بود در هنگام گفتگو منفجر نمودند. شدت جراحات احمد شاه مسعود به حدی بود که پیش از رسیدن به بیمارستان جان به جان آفرین سپارد. تا به امروز ابهامات فراوانی درباره ترور احمد شاه مسعود بر جای مانده است. هرچند بسیاری بر این باورند که گروه‌های تندروی چون القاعده در آن نقش داشتند. تنها 2 روز پس از این رویداد حملات 11 سپتامبر در خاک ایالات متحده انجام پذیرفت و در پیان ارتش آمریکا وارد افغانستان گردید. شهید عامر صاحب احمد شاه مسعود، شیر دره پنج شیر، جز انبوهی کتاب، خانه‌ای کاهگلی و چند دست لباس دارایی دیگری نداشت، اما دل و جانش را عاشقانه برای پاسداشت میهن به کوه و دریا زد. بزرگ مردان تاریخ نه سیاهند نه سپید. هیچ فرماندهی در پیشینه دور و دراز این زمین نبوده که سبب ریختن اشک مادری نگردد. هرچند گاهی میان جنگ یا گریز یکی را میبایست برگزید و داوری را به آیندگان سپارد. همه جا شعر است. خواندش؟ نه. شکسته با چیشه است. من یه 2 دفعه خواندی و قومندان سبشی نیده. بله ما ایچه نشنیدید؟ شب است و چشم ما همه چو چشم انتظارها.
فهمیدی؟ تو معنی یه چی فهمی ملاسم؟ شب است و چشم ما همه چو چشم انتظارها، ستاره می کند به شب یگان یگان شمارها. فهمیدی معنیش؟ فهمیدم. طرف چی که سر میکنم؟ شماره اصل مطلبش چیست؟ شمار کرده میریم ستاره. نه، ستاره می کند به شب یگان یگان شمارها. ز عشق شسته دامنم ز آه پر ز سوز و درد، نشسته بسترم چونین به دامن شرارها. حذف گوهر شود اگر به آب همتم رسد، چو باغ پر درخت که در حلول نوبهارها. انانه وقتی که میگه که چیز است چنم دارم امی قطره باران برد درون صدف به گوهر تبدیل میشه. مگه همت ما قدر بلند است که اگه می خذف یک چیزی به مقدارم به همت من نزدیک شوه، مثل عزیز خذف مثل عزیز که آمو گوهر میشه. یعنی من قدر آدم با همت هستم که دیگه با وجود قدر غم ها و ایدگا هرچی که غم است با ما از وقت تأثیر نداره. مثل چی واره؟ چوباغ پردره که در حلول نوبهارها.